But there is no opposition to the regime, except those who are the terrorists. Yes, we have. We have them. You're saying that there's no opposition? I know you've been frequently questioned about allegations of torture practiced by your secret police, and I must ask you this because it does concern Americans. Could I refer to an article in the Sunday Times, which describes an instrument of torture called the hot table, which is said to be used by SAVAK, and they say that it's an iron frame covered with wire mesh that's electrically heated like a toaster, and prisoners would be strapped to the table while it was heated until it became red hot. Do you have any comment to make on that? I mean, it's a terrifying allegation. Is it really something that you will ask in a television interview from a responsible man like me? Well, yes, I think you're precisely the person I should ask about it. It's so rubbish that I'm not even going to bother to answer to you. The article also referred to the trial of an engineer who was tried, and the trial was attended by a couple of French lawyers, and they say that this man showed them the scars. Where? From such a table, here in Tehran. Where were the scars? Where? On his back and on his chest. You can scratch yourself very easily. No, the lawyers said, alleged. The lawyers, which kind of lawyers? That really, was considered to honestly, be never heard anything like this. But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore. Fine. Well, perhaps we could go on to something else. No, I'm finished. Oh, please, Your Majesty. I'm finished with you. Don't you think it's we ridiculous. Must ask you this sort of thing? No. Well, can I ask you about your personal sense of mission, which you obviously have? I'm not going to answer to you anymore. You're so used to these questions. Not from... Don't you think that... آخوندها در پایان پادشاهی محمد رضا شاه 55 هزار تا مسجد در اختیار داشتند. باز این رو از قول دکتر میدانی میگویم، این تعداد 55 هزار از 200 مسجد آغاز پادشاهی محمد رضا شاه بهش رسیدم. یعنی در طول 37 سال از 200 رسید به 55 هزار تا، و این 55 هزار تا پر بودن، مسجدها مثل امروز نبودن که مردم فرار کنن از مسجد، میرفتن مسجد، و این آخوندها از همه طرف تغذیه می شدن. دولت، مقامات مختلف دولتی، فقط از یه منبر نبود، بازار و هر جای دیگر. من خودم وقتی رفتم دولت، یکی از اولین صحبت هایی که جلسه دولت کردن، چه خبره، چرا مسجد درست میشه؟ مرتب داشت مسجد درست شد زیر دماغ حکومت. نه، امامزاده سر جاش، تکیه مهدیه حسینی همینا بود، هیئت مذهبی بود، مدارس مذهبی شدید همینطور که اشاره کردید، گرایش مذهبی به کمک حکومت، به کمک بیدریق حکومت و البته با استفاده از امکانات خود جامعه، بازار غیره، توانست در مقابل سرانجام بیسته. با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در ارتباط با سالگرد انقلاب 57، انقلاب ناکام 57، ما چهار مهمان عزیز داریم که میخوایم این واقعه تاریخی رو که یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ ایران بوده و متاسفانه حاصل اون روی کار آمدن یک رژیم بغایت فاشیست، مذهبی و غارتگر و جنایتکار بوده رو بررسی بکنیم. چهار مهمان ما شهره قنبری هست، زندانی سیاسی دهه 60، فعال مستقل چپ و هنرمند نقاش. حسین مقدم، زندانی سیاسی دهه 60، فعال با سابقه جنبش چپ، هم اکنون فعال مستقل جنبش کارگری رادیکال شورایی. صدیق محمدی از فعالین حزب کمونیست ایران و کومله و جمله از شرکت کنندگان در اون انقلاب در کردستان. و مرجان افتخاری، زندانی سیاسی دهه 60 و از فعالین سابق سازمان شیفته که اقلیت، هم اکنون فعال مستقل چپ هستم و فعال جنبش سلام. من به هر چهار عزیز خوش آمد میگم. از شهره شروع میکنم. شهره جان، شما در مقطع انقلاب 57 کجا بودید؟ چی کار میکردید؟ در اون انقلاب شرکت داشتید؟ به چه دلیل شرکت داشتید؟ و فعالیتهایی که کردی رو مختصر بیان کنید. بله. من با سلام و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و با یاد و احترام به جانباختگان چهار دهه یا در این 43 سال که به دست رژیم جمهوری اسلامی سربدار شدن صحبتمون شروع میکنم.
بله، من سال 57 در واقع دانشجو بودم، من دانشجو بودم و سال اول دانشگاه بودم و در تمام اون اوج و خیزای در واقع جنبش دانشجویی، البته با اینکه تازه وارد دانشگاه شده بودم ولی به هر حال به خاطر اون بک‌گراندی که داشتم قبل از که وارد دانشگاه بشم، خب خیلی سریع با گروه های چپ دانشگاه فعالیت می‌کردم و حال و هوایی که واقعا میخوام بگم این بود که الان من این گزارش ها بود یا فیلم هایی که از ایران میاد، از توی دانشگاه ها میاد، یعنی واقعا انگار تاریخ دوباره داره تکرار میشه. خب اون موقع توی دانشگاه صفوف مستقل چپ بود و واقعیت این بود که دانشگاه ها واقعا دست گروه های چپ و غیر مذهبی بود و تظاهرات هایی که توی دانشگاه میشد و خارج از دانشگاه میشد، به خصوص تظاهرات های موزهی که در واقع توی خیابونات توی جاهای مختلف، من خودم تهران بودم و دانشگاهی هم که میرفتم توی تهران بود، به هر حال اونجا در واقع تهران قلب انقلاب بود و نبض انقلاب بود و حضور لحظه به لحظه در کنار مردم دیگه، یعنی واقعا از توی دانشگاه صنعتی میرفتی میدون انقلاب، از میدون انقلاب به به هر حال یعنی دوش به دوش مردم، در کنار مردم حضور داشتیم. ولی یه نکته‌ای که خیلی میگم برام تاریخ تکرار میشه، من یادم میاد اون موقع شعارهایی که میدادیم، اتحاد مبارزه پیروزی یک از شعارهای مهمی بود که داده میشد، یا آزادی و برابری، و همون موقع مورد حمله گروه های حزب الله قرار میگرفتیم و اصلا واقعا اوائلی که اینا شروع کرده بودن خیلی تعجب میکردیم که چجوری دارن جلوی صدای انقلاب دارن میگیرن، ولی دقیقا الان همونو داریم امروز ما توی تظاهرات های اینجا در جای مختلف داریم میبینیم که چجوری میان شعار نمیدونم اتحاد اتحاد و از این چیز. و یادم میاد که بله اون موقع به اسم چماقدار ما به اونا رو میشناختیم و واقعا به صفوف تظاهرات ها، به خصوص تظاهرات هایی که کاملا مستقل و با شعارهای برابری و ضد استبداد و ضد چیز بود برخورد میکردن. به هر حال در همون روزها تظاهرات ها بود و حضور به اصطلاح بردن شعارهایی که واقعا بهش اعتقاد داشتی، شعارهای برابری و عدالت اجتماعی در صفوف مختلفی که شرکت میکردی. به هر حال در اون روزها من در تهران بودم، در تظاهرات های دانشجویی بودم با به هر حال گروه های دانشجویی، ولی در کنار مردم و در واقع حضور فعالی که مثل بقیه در تظاهرات ها داشتیم. خب حسین عزیز خوش آمدی، به همین سوال هم از شما داشتم، در مقطع انقلاب 57 کجا بودی، چی کار میکرد؟ با درود به همه خانواده های زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان و درود به سرفیق عزیز، همچنین آرش عزیز به شما که دعوتمون کردید و تشکر از تیوی برابری. من در دوران انقلاب 27 سال داشتم، دانشجو بودم، ولی چون قبلا ورزشکار بودم و همون دوران دانشجو هم ورزش میکردیم، رشتم والیبال بود. در واقع از سن 17 سالگی در رشت، کلونی رشت و کلونی گیلان توپ میزدیم. در واقع میدونید که ورزشکارها همیشه جایگاه خاص خودشونو دارن. از این دیدگاه هم ما یه مقدار فعال بودیم با آرسن میناسیان، یه دونه از کسایی که دکترای داروسازی داشت و داروخانه کارون رشت و خیلی فعال بود در مسائل خدمت شما از بشبت کارهای خیر و فلان، ما با اینا کار میکردیم و بعد تلاش کردیم به طور مستقل با رفقای محل، دوستان محل و محلیه ها و کسایی که میتونستن کمک دهنده باشن حرکت کردیم برای جاهایی که معلولین داشتن، خصوصا بیمارستان معلولین، و خدمت شما عرض بشه بعد سازماندهی میکردیم تقریبا در کنار این مسائل بچار. و در این رابطه چون یه پایگاهی داشتیم تو محله به این طریق، از عروسی گرفته تا عزا تا دارو درمان تا مراجعه‌ای که میکردن به ادارات، مردم گرفتار بودن، از شهرداری تا خدمت شما رسید، فرمانداری، مالیات،
خدمت شما عرض بشود، ژاندرمری فلان، اینا خودش همه پایگاه ها رو بیشتر و بیشتر میکرد و بعد در مدارس مردم زحمتکش که بچه هاشون درس میخوندن به علت گاهی اوقات یک نمره دو نمره رد داشته میشدن، به علت فعالیت های جمعی که ما داشتیم با آسونی میتونستیم مراجعه بکنیم به اون دبیرستان و نمره های قبولی رو بگیریم که یک سال دیگه مجدد نرن به گرفتار یه سری مشکلات باشن. به این دلیل من در واقع در دانشگاه از سال 54 در تمام تظاهراتش نقش ویژه‌ای داشتم، اعتصاباتش نقش ویژه‌ای داشتم و در مدارس مؤسسه داشتیم و خصوصا در محلات هم سازماندهی شده بودیم. به همین دلیلم وقتی که اینا میخواستن محلات و هر نیرویی میخواست سازماندهی بکنه دنبال ما میومدن، چند نفر بودیم که بریم اونجا در واقع بخشن صحبت بکنیم راجع به رژیم و ظلم و ستمی که میشه به چونه باید سازماندهی بشن، بیشتر اینا سازماندهی میشدن. در نتیجه من در دو عرصه محلات، تظاهرات محل موزی محلاتی و بعد سازماندهی شده و در عرصه تظاهرات بزرگ سازماندهی رشت ما شرکت داشتیم. در عرصه تظاهرات بزرگ سازماندهی ما در دبیرستان ابوریحان بیرونی به همراه ستن از دبیران سرشناس به نام آقای مردکار هاشمی و سیانتی همکاری میکردیم اونجا. بعد دکتر داروسازی به نام آقای داوران اومد با ما همکاری کرد که ایشون هم بعد استاندار شد بعد از انقلاب و بعد از مدتی از طرف روحانیت با اجبار و نظراتی که ما اونجا داشتیم احسان بخش رو آوردن که از روحانیت بود، علارغم این که ما مخالف بودیم چون سابقه خوبی نداشت. و در این راستا ما تظاهرات بسیار زیادی سازماندهی میکردیم و به همین دلیل اولا که رشت خود سابقه چپی سوسیالیستی داره از دوران مشروطیت قبل از اون و جنگل و سردار جنگل، ضمن این که چون ما خودمونم سازماندهی میکردیم خیلی از جار و چپم بودیم در واقع خیلی احترام میکردن، حتی اون حزب اللهی های سر تیغ هم که حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله میشد و میومدن جلو، خیلی جاها که ما بودیم مجبور بودن کنارگیری بکنن چون خودشون ما میومدن پای صحبت هم و مینشستن و روش کرده بودن و حتی کسایی که بعدها مدیریت ارگان ها و نهادها رو گرفته بودن. به این دلیل من خیلی فعال بودم و به درستی این کار رو کردیم. روستایی های زیادی الان فکر میکنن که ما براحتی انقلاب کردیم، نه، در هر تظاهرات موزیی که میذاشتیم و تظاهرات سازمان یافتگی که میذاشتیم حملات بسیار شدیدی میشد، خصوصا قبل از اینکه این حرکات بشه گروه های ضربتی بودن که با ماشین های ویژه آدم های بسیار زبده و به قول ما سرکوب کننده رو میذاشتن. ما با اونا درگیر بودیم، دو بار در محله ما اینا رو زدیم، اینا تا آخر دیگه در محله ما نیومدن به همت توده های مردمی و بعد که این روستاییان رو بسیج میکردن میآوردن با داس و غمه، وقتی که میومدن میخوام توجه بدم به این عزیزان که فکر میکنن به راحتی میرفتیم جلو، وقتی میومدن جلوی شهرداری یا تو محلات که میومدن ماشینا جلوشون رو میگرفتن، ترافیک میشد، شیشه ها رو میگفتن باز بکنین، بگید جاوید شاه، با شما حساب بکنین در اون لحظه ای که انسانی هستید و میشناسن شما رو، به شما باید بگین جاوید شاه، گفتی باختی، نگی داس و غمه بالا سرت. یعنی همچین مسائلی بود، به این صحنه ها رو ما داریم و حملاتی که نیروها میکردن به این سرکوب کنندگان میکردن به چجوری ما دفع میکردیم. مسائل بعدی رو میذارم برای دور بعدی. خیلی ممنون رفیق صدیق، خوش آمدی. به همین سوال رو هم از شما داشتم، کجا بودی چیکار میکردی؟ بفرستم به مهمانان عزیز شما و خودتون رفیق آرش، همینطور بینندگان برنامه، و درود میفرستم به همه عزیزانی که در راه مبارزه برای همین دوره و دوره‌های قبلی در انقلاب 57 یا قیام 57 تا کنون برای آزادی، برای یک سیستم انسانی مبارزه کردن و جونشون رو از دست دادن. منم زمان قیام حدوداً 23 سالم بود، دبیر دبیرستان‌های سنندج بودم و اونجا در یک مدرسه مختلط دبیر بودم. البته در روزهای قیام دیگه مدارس بسته شده بود به خاطر اوج خشونت حکومت و من اون موقع بچه تازه به دنیا اومدم داشتم، کوچولو تازه مرخصیم تموم شده بود برگشته بودم سر کار.
ولی همراه همکارانم، همراه طیف وسیعی از چپ‌ها، کمونیست‌ها و فعالین پیشرویی که در کردستان بودن، ما در اعتراضات سال 57 شرکت می‌کردیم و چون دانش آموزامون هم بزرگسال بودن دیگه، دبیرستانی بودن، اونها رو هم تشویق می‌کردیم، می‌اومدن در اعتراضات شرکت می‌کردن با شعارهای پیشرو. همزمان در همین پاییز 57 کانون معلمان سنندج درست شد که ما در باز بودیم و پیشروان چپ کردستان در شهر سنندج این کانون رو تأسیس کردن. یک شورای زنان تأسیس شد، یک شورای دموکراتیک بود که به وسعت زنان ما و دختران جوان رو تشویق میکردیم یا اونجا عضو بشن و مهمتر از همه یک جمعیت درست شد از چپهای شهر سنندج به اسم جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب که هر روز مراجعه میکردیم. علی‌رغم این که من بچه کوچیک داشتم ولی چون مادر شوهرم نگهداری میتونست بکنه از بچه‌م، خودم آزاد بودم، میتونستم در اعتراضات شرکت بکنم و به حال نقشی داشته باشم. و خب در مدرسه هم بچه‌ها میشناختن، خانواده هایی که سیاسی بودن اعتبار داشتن، حتی مراجعه میکردن، میومدن خونه ما که شما مدیر مدرسه بشو، ما هممون به شما رأی بدیم. یه شورای دانش آموزی تو مدرسه‌مون درست شده بود و این فرم دموکراتیکی که پایش شوراهای دانش آموزان و معلمان و زنان هست، از همون موقع قبل از اینکه قیام بشه ما در کردستان اینا رو داشتیم و مشارکت وسیع زنان، جوانان، مردان سیاسی و فعال هسته هایی بود که دیگه هواداران کمال در واقع و اعضای کمال که اون موقع دیگه اومده بودن به شکل علنی کار میکردن درش فعال بودن. البته حکومت تلاش داشت تفرقه بندازه، اینو به اسم یک انجمن اسلامی یا یک شورای اسلامی قالب بکنی، ولی همه میدونستن فعالیش چه کسایی هستن. ولی در مقابلش هم جناح مذهبی به رهبری مفتیزاده، عبدالله مفتیزاده، این داشته در ارتباط با حکومت تقابلی درست میکرد با چپا و این تفرق افکنی رو تلاش میکرد حتی تو تظاهرات ها، توی اجتماعاتی که وجود داشت به وجود بیاره. که خب جبهه چپ خیلی قوی بود و کمله از همون آغاز اعتراض داشت به این وضعیت، به اسلامی کردن شهر، اسلامی کردن کردستان. و تنها جریانی که در کردستان به خمینی لبیک گفت متاسفانه حزب دموکرات بود. ما رسما موضع مقابل داشتیم، حتی به این رژیمی هم که داشت می اومد لبیک نگفتیم و اونو در رفراندومی که بعد از قیام انجام گرفت اکثریت قاطع مردم کردستان موقع رأی منفی دادن به اینکه این حکومت جمهوری اسلامی آری یا نه باشه. به هر حال من موقع دبیر بودم و در حد خودم به هر حال با توجه به امکاناتی که بود در این انجمن‌ها و شوراها شرکت می‌کردم. حالا رفیق مرجان، شما در مقطع انقلاب 57 کجا بودید، چیکار می‌کردید؟ منم به شما و رفقای دیگه درود میگم و تشکر میکنم از اینکه منو دعوت کردیم و درود میگم به همه رفقایی که الان از دست دادیم و اونهایی که توی زندان هستن. متاسفانه این 43 سال اینطور بوده. من توی مقطع انقلاب، من ورودی سال 49 دانشگاه تهران هستم و جبهه فدایی بود. منم از همون موقع به جنبش فدایی پیوسته بودم و سال 56 من فوق گرفتم، ولی قبل از اینکه فوق لیسانس بگیرم تو دانشگاه، تو پالایشگاه نفت تهران شاغل بودم، شیمیست آنالیز اونجا بودم و با جبهه کارگری آشنا بودم، به خصوص کارگران صنعت نفت. و درسته که ما یک کادر فنی بودیم، اما به هر حال با کارگران در ارتباط بودیم، به خصوص که سر جریان تولید و کنترل کیفیت تنگاتنگ با کارگران ما رابطه داشتیم. تو جریان انقلاب همه چیز به قول معروف، همه ما دچار شور، هیجان و شوق بی نهایت وسط ناشدهی بودیم اونجا و هر روز
منابه چون تمام بچه های تولیدم بچه های دانشکده فنی بودن، بچه های پولیتکنیک بودن، همه هم دیگر رو میشناختیم و به قول معروف یه همکاری خیلی صمیمانه‌ای بین ما بود و روزهایی که نزدیک به انقلاب بود یا ما مرخصی میگرفتیم یا مریض میشدیم و روز 19 بهمن به خاطر اینکه 19 بهمن سالگرد سیاه کل بود من مریض شده بودم و جلوی دانشگاه منتظر بودم که برای اولین بار سازمان فدایی ها چریکای فدایی میتینگ خودش رو میتینگ سیاه کل رو برگزار میکرد که توی زمین چمن دانشگاه تهران بود و من اونجا شرکت کردم. خیلی از رفقای دیگه هم در اون میتینگ دیدمشون، دانشجوهایی که از سالهای قبل ما همه با هم دانشجو بودیم و روز 21 و 22 بهمنم که دیگه اصلا هیچ کجا کاری نبود، همه جا تقریبا تعطیل بود، همه جا بسته بود، همه توی خیابون بودن، منم روز 21 بهمن که هوا نیروز در واقع شورش کرده بود و میخواست که مثلا از سطح پادگان ها بیاد بیرون، منم 21 بهمن و 22 بهمن جلوی دانشگاه تهران بودم. بین دانشگاه تهران و دانشکده پلی‌تکنیک ما همش در رفت آمد بودیم تا اینکه صدای انقلاب در واقع بلند شد و اونجا هیچ چیزی نظم خودش رو نداشت، هیچ چیزی سر جای خودش نبود، واقعا نبود. همه مردم در شور و شعف و شوق انقلاب بودن و تنها وسیله‌ای که ما میتونستیم گیر بیاریم و خودمون رو به نیروی هوایی برسونیم که اولین مرکزی بود که انقلاب رو در واقع رقم زد و شروع کرد با موتور بود، ترک موتور بود و خیلی ها با ترک موتور به سمت نیروی هوایی حرکت کردن. یکی از اونا من بودم که خودم رو ترک یک موتوری به نیروی هوایی رسوندم و اونجا مردم زیادی جلوی نیروی هوایی جمع شده بودن، گرچه من در واقع بچه نیروی هوایی هستم، یعنی من دوران کودکیم رو در همون قسمت توی جلوی یکی از خیابون‌های نیروی هوایی خونه ما بود. بعدها البته ما از اونجا رفته بودیم و من دوران نوجوانیم رو توی گیشا گذرونده بودم، ولی خب اون منطقه رو خیلی خوب میشناختم، نیروی هوایی رو خیلی خوب میشناختم و ما رفتیم اونجا و همه کمک میکردن، به یک شکلی، به هر شکلی کمک میکردن. تمام اون بال پشتمونای خیابونای اطراف پر بود از جمعیت و اونجا خب چریکای فدایی کمک های زیادی کردن و اونجا متاسفانه چند تا از چریکای فدایی کشته شدن تو اون درگیری ها. من توی اون جریان 19 بهمن تا 22 بهمن یا جلوی دانشگاه تهران بودم که مرکز انقلاب بود، قلب تپنده انقلاب بود در واقع، و تا زیر پل حافظ که دانشکده پلی‌تکنیک بود و بعدم آخرش هم توی نیروی هوایی و واقعا تجربه استثنایی بود برای من. و بعدم ما رفتیم سر کار پالایشگاه، ولی باز هم اون نظم سابق نبود. اون موقع ما نمی گفتیم حراست، حفاظت می گفتن، سواکی بودن همشون. سواکی های اون موقع کیسه شون جمع کرده بودن دیگه، دیگه مثل گذشته نمی تونستن کنترل کنن و اصلا رئیس سواک حراست پالایشگاه نبودش دیگه، قدرت به دست کارگران و به دست ما بود. ما که میگم
تمام بخش تولید، مدیریت تولید پالایشگاه تهران دست بچه های پلی‌تکنیک و دانشگاه تهران بود و تمام کادر علمی دست ما بود و ما هماهنگ با کارگران توی انقلاب شرکت کرده بودیم و متاسفانه به ثمر نرسید. حالا بررسی میکنیم که چرا به ثمر نرسید. شوری جان، شما الان 44 سال به قبل که نگاه میکنی آیا از کرده خودت پشیمانی یا نیست؟ و بعد چی بلای سر اون انقلاب اومد؟ ما میدونیم سه تا گفتمان اصلی وجود داره. یکی که خود گفتمان اصلی جمهوری اسلامی که از 12 بهمن تا 22 بهمن میگه دهه فجر، دهه پیروزی، کلی هم بساط جشن و اینا برپا میکنه. و بعد یه دم میگن دهه زجر و اصلا نباید اون انقلاب میشد، فاجعه بود و فلان و اینا. و یه گفتار دیگه نه، اون انقلاب ضرورت داشت ولی باید از ولی شکست خورد، ناکام ماند و باید درس گرفت از اون برای تحولات جدید ایران. تحلیل خودت چیه؟ خب من میخوام یه مقدار برگردم دوباره به حال هوای انقلاب، یعنی اتفاقی که تو سال 57 در واقع افتاد. یه بخشش رو مرجان عزیز توضیح داد. خب ببینه، یعنی این یک به نظر من یک تجربه شگرف بود که شاید الان به هر حال ما توی ایران نیستیم و نمیدونم واقعا کسانی که توی ایران هستن با این انقلاب ژینا اونا چه به هر حال حال هوایی دارن، ولی یعنی این خواسته های انقلاب، یعنی خواسته هایی که واقعا مردم توی خیابون بودن، یا خب من به عنوان یه دانشجو بودم ولی ما با گروه های دانشجویی این پیوندی که بین دانشجو و کارگر بود واقعا یه واقعیت بود. یعنی ما به عنوان گروه های چیز که مرتب توی کارخونه ها می رفتیم اونجا توی کارخونه ها حضور در واقع کارگرها بود، اونجا صحبت می شد، سخنرانی می شد. یعنی واقعیتی که حال و هوایی که داشت و خواسته هایی که بود، خب خواسته ها واقعا اون موقع یکی از خواسته های مهم خواسته برابری بود، عدالت اجتماعی بود و مبارزه با دیکتاتوری بود، مبارزه با اون در واقع برای حضور و وجود احزاب گوناگون، برای سندیکاها، برای شوراها که واقعیت در اون موقع هیچ کدوم اینا نبود و وقتی اینا مطرح میشد توی این کارخونه ها و این پیوندی که واقعا بین دانشجوها و در واقع کارگرها برقرار میشد و خواسته ها اونجا مطرح میشد، خب واقعیت یک حال و هوا و یک شرایط یک انقلاب واقعی رو رقم میزد. توی بخش‌های روشنفکریش اگه می‌خواستی بری، خب یک خواهان دموکراسی، آزادی بیان. من یادم میاد که توی دانشگاه بچه‌هایی که بیشتر در ارتباط بودن، حالا میگم من خودم چون سال یکی بودم تازه داشتم آشنا می‌شدم با خیلی چیزا، خب این من یادم میاد متون مثلا کاپیتال به عنوان برگه‌های دستنوشته توی سوراخ سنبه‌های مثلا دانشکده لای این لاکرها میذاشتن و بچه ها میرفتن اینا رو میخوندن. یعنی شما بعدا میبینید که به عنوان کتاب های جلد سفید میاد تو بازار و یا حتی الان مثلا توی بازار توی کتاب فروشی ها هست. یعنی هر چیزی که یک مقداری بوی به خصوص چپ میدار همه خب چیز میشد، سانسور بود. یعنی از ابعاد مختلف بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، خواسته هایی که مردم به خاطرش انقلاب کردن خواسته هایی بود که ضد دیکتاتوری بود، ضد ساواک بود، ضد تک حزبی بود. یعنی یک جامعه مدرن رو خب اون موقع رقم میزد. ولی میایم نگاه میکنیم میبینیم که در همون موقع چگونه مذهبیون آزاد بودن. چند وقت پیش یک سندی در اومد به اسم سندی بود که در واقع شاه داشت سپاه اسلام رو چیز میکرد و اسامی روحانیان و چیزی که توش بود. و من واقعا روی مسئله خودم خیلی تاکید دارم که چطور دست مسلمان ها باز بود در اون موقع. آقای شریعتی به راحتی توی مثلا اون مسجد چیز سخنرانی میکرد، کلی در واقع یک انحرافی رو که بم یک اسلام ناب به اصطلاح خوب انقلابی رو به خورد مردم میداد، ولی از این ور نگاه میکردی که هر صدای چپی رو چجوری به سرکوب میشد. میخوام از اونجا بیام به این برسم که اصلا از ترس از وحشت انقلاب
میاد چیکار میکنه؟ میان تو کنفرانس گوادلوپ میشینن و تصمیم میگیرن که چجوری سر انقلابو بزنن. درسته؟ یعنی ما واقعا نمیخوام وارد زمینه های انقلاب بشیم یا اینکه زمینه هایی که چرا انقلاب اتفاق افتاد، به هر حال حضور حاشیه نشینا هستش. خیلی فکر میکنم هممون خیلی دیگه در این 40 سال با تمام این موارد آشنا هستیم. میخوام بگم که خب انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی اومدش چیکار کردش؟ انقلاب رو در واقع دزدیدش، خواسته های انقلاب رو دزدید و خودشون اومدن سر کار. و برخوردی هم که همون موقع میکردن که هر صدایی رو در واقع خاموش کنن، صدایی که هنوز هیچ اتفاقی هم انقلابی هم اتفاق نیفتاده بود. یعنی اگر تو شعار برابری عدالت اجتماعی رو میدادی، بلافاصله گروه های حزب الله که خیلی هم انقلابی خودشون رو میدونستن سرکوب میکردن. اون چیزی که امروز ما داریم توی این برخورد سلطنت طلبا داریم میبینیم، یعنی داره یه جوری همون ما همون چیز رو تکرار میکنن. به هر حال از نظر من چیزی که امروز مردم تو خیابون، شاید خیلی شرایط اجتماعی با اون شرایط فرق میکنه، خواسته ها خیلی خیلی، یعنی میخوام یک آگاهی اجتماعی بزرگی اتفاق افتاده در این 40 سال توی ایران. و امروز کسانی که با شعار زن زندگی آزادی و انقلاب ژینا واقعا توی جامعه این صدا بلند شد و این حرکت که الان ما وارد پنجمی ماهش میشیم، یعنی میخوام بگم شرایط آگاهی مردم اون موقع با الان تفاوت خیلی خیلی زیادی داره. ولی خواسته های برحقی بود اون موقع، خواسته های درستی بود اون موقع. و حالا به قول شما الان میان میگن مگه نونتون نبود، آبتون نبود؟ ولی واقعا اون بخشایی رو نمیبینن. یعنی کسی که برای من خیلی جالبه، کسی که اومده 40 ساله داره خارج از کشور زندگی میکنه و در واقع یک جامعه مدرن رو تجربهش کرده، تجربه کرده که چجوری احزاب وجود دارن، یا طرف نخست وزیره میاد باش مخالفن، گوجه فرنگی هم تو سرش میزنن، یعنی یک سری حالا اسمش آزادی بورژوایی بذاری، هر چی بخوایم بذاری، ولی دوباره از چیزی داره دفاع میکنه که یک حزب بود، یک تک حزبی بود توی کشور، کسی صدای اعتراض دیگه ای نبود. یعنی احزاب حق وجود نداشتن، احزاب حق زندگی نداشتن، آزادی بیان وجود نداشت، سانسور وجود داشت، همه چیز سانسور میشد. و متاسفانه اینا رو نمیبینن. و اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاد، انقدر جنایت های جمهوری اسلامی واقعا در حد وسیع بود که باعث میشه که انگار که بین بد و بدتر تو بعد یکی رو انتخاب بکنی، باعث شده که اون چیزها رو نبینن. ولی واقعا خواسته هایی که امروز شما میان جوانان ما خواهانش هستن خیلی برای من جالبه. کسی دنبال سلطنت نیست توی ایران که تو میخوای نسل 57 رو محکوم بکنی، نسل 57 رو بگی شما اومدیم. و متاسفانه حتی شما در بخشی از روشنفکرها یا کسانی که در اون زمان آهنگای سروده های انقلابی میسراییدن میان از شورش حرف میزنن، در صورتی که یه شورش نبود، این یک انقلاب تمام عیار بود که این انقلاب سرش زده شد با زد و بندی که توی این کنفرانس گوادلوپ چیز شد. آقای خمینی رو از اونجا با سلام و صلوات در داشتن آوردن توی ایران و اونجا چیز شد. خب من واقعا این رو با خیلی ها میگم، برخورد میکنم، یا تقصیر شماها بود انقلاب کردیم، میگم بابا تقصیر انقلاب کردیم به خاطر این خواسته ها انقلاب کردیم، درسته؟ ولی همون شاه رو بردن، اینو جاش آوردن و در واقع مهار کردن خواسته های این انقلاب رو. به هر حال نه، من نه تنها پشیمان نیستم، به قول مرجان عزیز تجربه‌ای که اون روزها کردیم، اون حال و هوایی که کردیم، صدای انقلاب همه جا بود، یعنی واقعا توی خیابون هنوز اون اتفاق به نظر من تو ایران هنوز نیفتاده، ولی اون اتفاقی که اون موقع افتاد تجربه بزرگی بود. و در کسانی که اونجا وایستادن اولین کسانی بودن که در مقابل جمهوری اسلامی هم وایستادن، یعنی چپ‌ها، یعنی عناصر آگاه، کسانی که به خاطر اون خواسته ها توی چیز بودن اولین نه رو به جمهوری اسلامی گفتن. و شاهد بزرگش خاورانه که اونجا خوابیدن، نه فرصت طلبایی که هم از توبره خوردن هم از آخور و اومدن اینجا الان وایستاده. خانم مسیح علی نژاد 57 ها رو میگه شما باید بیان عذرخواهی کنین،
کسی که خودش تا دیروز با اصلاح طلبان بوده. یعنی به خاطر همین به نظر من باید تمام قد برای اون خواسته ها وایساد و تمام قد از کسانی که در اون انقلاب شرکت کردن و حالا خیلی از ماها نیستیم، تو خاوران خوابیدن، اینجا در واقع دفاع میکنیم ازش. مرسی. خیلی ممنون. رفیق حسین، شما که به 44 سال قبل برمیگردی، اولا باز از عملی که انجام دادی دفاع میکنی یا نه، و تحلیل خودت از این سه رویکرد، سه تحلیل عمده‌ای که پیرامون اون انقلاب وجود داره چیه؟ رفیق علیشان، مسئله ای که میخواستم که من رجوع بدم به همه عزیزانی که میخوان تحلیل بکنن، در واقع اون چیزی که هر کدوم ما به عنوان یک انسان در این پروسی که زندگی و زیست میکنیم، باید اون مسائل و وظایفی که به دوش ماست به درستی ببریم جلو با مطالعاتی که از لحاظ تاریخی به روز داریم. زمانو چرا میگم؟ به خاطر که الان ما اگه انقلاب مشروطیت رو بیاییم تحلیل و تفسیر بکنیم به طرق دیگر میکنیم. الان اگر ما بیاییم انقلاب 57 رو تحلیل و تفسیر بکنیم، طبیعتا به نوعی دیگری میکنیم. و الان این حرکت های به درستی که در ایران داره به وجود میاد در زمانه. الان چیزی که میبینیم عینه و حقیقیه. شاید 30 سال 40 سال دیگر بهتر تفسیر و تحلیل بشه و تکامل یافته تر ببینن. بنابراین من رجوع میخوام بدم به زمان به این دلیله که انقلاب چیزی نیست که من، شما یا نیروها و احزاب بکنن. مطالبات و خواسته هایی است که انباشته میشه و رژیم های گوناگون، چه قاجار، چه پهلویش، چه اسلامیش، وقتی که نمیتونه پاسخ بده و سرکوب میکنه. با آزادی دموکراسی در اجتماع ما نداریم، روزنامه و هفته نامه و ماهنامه نداریم، رمان و شعر و تئاتر و سینما نداریم. به تمامی هنرمندان در درون زندان هستند زیر شکنجه. طبیعیه که یه جرقی میخواد به انقلاب شروع بشه. به انقلاب میتونه مشروطیت بشه، میتونه انقلاب 57 بشه، میتونه انقلاب کنونی باشه. نیروهای راست میگن انقلاب. من نظرم اینه که معنی انقلاب رو نمیفهمن. یک، مارکس و انگلس هر دو دارن. ما دو نوع داریم تو حرکت ها. حرکت های انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی. از پروسی انقلاب سیاسی میرسیم به انقلاب اجتماعی. در این پروسی که ما در حرکت میکنیم، خیلی از نیروها با خواستا و مطالبات گوناگون و احزاب شرکت میکنن. یک انقلاب همگانی شکل میگیره. اما همه با هم نیستیم، چون زاویه های مطالبات و زاویه های دیدی طبیعتا فرق میکنه. ما شعارهای سلبی ما رو به درستی میدادیم، ولی نمیدونستیم ایجابی چیه. الان با اون جنبست به چادر حرکت میکنن، با این دیدگاه نرن ما رو به قضاوت بنشینن. مثلا شعارهایی که میگفتیم مردم با ما ملحق شوید. ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. اتحاد مبارزه پیروزی. کارگر دهقان دانشجو اتحاد. با خون خود کنیم پاک دستگاه ظلم سواک. یا جایی میگفتیم بیداریم از ظلم و ستم بیزاریم. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزن. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. و خیلی چیزهای دیگه. نوعی شعار آخرش هم بود مرگ بر شاه، یا بهترین ریتمش اونی که مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. همه سریع بود. اگر ما به جنبست میخواییم بشینیم، که بعد به جنبست حتما میشینیم، به علت این که در اون انقلاب طبقات گوناگون شرکت داشتند، نقطه نظرات گوناگون بود. چپ ها و سوسیالیست ها به دلیل روند مبارزاتی که سالها و ده ها سال داشتند، طبیعا خاص به مطالباتی داشتند و
رژیم ستمشاهی رو به درستی تفسیر تحلیل میکردن، ولی بودند نیروهایی که از بورژوازی بودند و از منافع خودشون میخواستن دفاع بکنن، یعنی سود سرمایه. در نتیجه وقتی که داشت میرفت به جلو، شما در دانشجویان، در دانشگاه ها، در کف محلات و تظاهرات موذی آخوندی نمیدیدی، روحانیتی نمیدیدی، مثل هم اکنون که بتونی شعار بدین. شعار مال ما بود. در هفته وحدت دانشگاه سراسری ایران هفته وحدت گذاشته بود، همه چپ بودن، فقط اینا با حزب، فقط حزب الله رهبر، فقط روح الله، مرد بر کمونیستین که میگه خدا نیست، اومدن تمام دانشگاه ها رو دوشقه کردن، زمین چمن و زمین و سالن گذاشتن. در رشت ما در مدرسه عالی بازرگانی دانشگاه گیلان نتونستم فارغ بشن. حسن احسان رفیق سوال کن، از زندان بیرون آمده بود، من خودم رفتم دعوتش کردم، اومدم. برخلاف همه آدم ها نه از مبارزات ضد امپریالیستی صحبت کرد، نه چی گفت، این تفسیر رو تحلیلم نمی کنم امروز، فقط شعرخوانی می کنم، چون این پدر سوختو رو کسی نمی شناسه. ما باید حواس ما جمع باشه. در هفته وحدت دانشگاه گیلان نتونستن دوشقه بکنن. چرا؟ چون ما در محلات، در تظاهرات موذی و در دانش آموزان گفتم با اون هستی که در دبیرستان ابیرانی بیرونی داشتیم و در دانشگاه که خودمون بودیم، سر رقدی بود که ما همه رو داشتیم. به حزب الله هم که در واقع ما هر جا میرفتیم وقتی ما رو میدیدن خجالت میکشیدن. در سالن دانشگاه وقتی که اومدن گفتن حزب فقط حزب الله رهبر، فقط روح الله، مرگ بر کمونیست، داشتن با هم میزدن. من جز 4-5 نفری بودم که اون بالا دانشگاه حمایت برگزار کرده بودیم. سه استاد بود، افتخاری فکر میکنم آقای صالحی یادشون بخیر، استاد صالحی که هر دو جان باختن، و استاد صابری که هستش، و همدانیان از نیروهای مذهبی به قول معروف بخواستیم رعایت بکنیم، و منم از نیروهای چپ بالا نشدم. وقتی که اینا شعار میدادن میگفتن حسین برو پشت تریبون، میرفتم فقط نام صدا میکردم و میگفتم چی میخوایم بشینیم. یک بار می تریبون بر نفر دادم، گفتم بیا حالا، اومد گفت این تریبون مال تو، صحبت کن. همه ترسیدن، سه دقیقه صحبت کردن که آورد، گفتم برو ایش. یعنی به این صورت بود در واقعیت. اما بورژوازی ایران برای اینکه بتونه مطالب خودشو به کرسی بنشونه، چون اینا گفت که ما بارون میخواستیم، طوفان اومد، اینا متوجه شدن ایدادی بیداد، حرکت داره رادیکال میشه، اعتصابات داره شکل بگیره، تظاهرات بزرگ اومده، تظاهرات سیاسی شده، بنابراین تمام توانشون رو به خرج دادن که بتونن رهبری رو بگیرن. بورژوازی ایران، من نمیخوام تحلیلی بکنم، علاوه تاریخی تولیدی اینا به قول عقیم بودن، اینا از بالا با صدونده با امپریالیسم و ما قبل سرمایه‌داری اومدن رضا شاه رو به سلطنت رسوندن. بنابراین اینها مسئله دموکراسی به قید خاصای دموکراتیک نمیتونن اجرا بکنن. در باید. یک مسئله ای که من فقط بگم، در قد بورژوازی اومد قدرت سیاسی شو به میلیون مذهبی داد، میلیون مذهبی دادن که بتونن در یک زدبند از بالا در گواتلوب که رفیق ما به درستی گفت بشینن و از بالای سر آلترناتیو سازی بکنن، خمینی رو درون ماه ببینن، دو صد از همین ابر رسانه هایی که مثل آلان هستن بزرگش کنن و بیارن. و طبیعتا در این راستا من یه اجازه فقط بگم، دو مسئله رو بگم مهمه. شما جنرال هایزر و سولیوان رو به درستی میشناسین. این آمریکاست که باید پاسخگو باشه که آورده بود اینو. این رژیم خود شاست که شاه گفته من نمیدونستم جنرال هایزر دو ماه اینجا بود داشت سازماندهی میکرد. سولیوان اومد گفت تاریخ مصفت تموم شده، بفرما بیرون. بنابراین باید خود رژیم پهلوی و سیستم سرمایه‌داری به ویژه امپریالیسم امریکا پاسخگو باشن. اما در این مسئله من برای دستگیری در پارامتر بعدی صحبت میکنم که ماها هم چه ظرافت‌هایی به خرج ندادیم، چه اشتباهاتی کردیم که نتونستیم از طبقه کارگر صحبت بکنیم و شعارهای ایجابیمون نتونستیم بدیم و در واقع همونی که کاشتیم درو کردیم. اما افتخار میکنیم به اون زمان، افتخار میکنیم به کارهایی که کردیم و اون محصولی بود که الان ما میتونیم نتیجه شو در همون چیزی که شما میگید تجارب بگیریم.
رفیق صدیقه سه تا گفتمان هست، سه تا رویکرد هست. دیدی که مثل ستان طلبان میگن که اصلا اون انقلاب نبود، اصلا نباید، اصلا ضرورت نداشت، نباید انقلابی رخ بده، یک توطئه بود، حالا توطئه خارجی و فلان و این داستان ها. یه رویکرد مال خود جمهوری خود یک انقلاب بود، انقلاب اسلامی بود، به پیروزی هم رسید و حاصلش جمهوری اسلامی بود. و یه رویکرد هم که خب به هر حال انقلاب مردمی بود با خواستای عادلانه، اما شکست خورد و درونش یک ارتجای به مراتب سیاتر بیرون. تحلیل خود شما چیه وقتی به 44 سال قبل برمیگردید؟ بله، در ادامه صحبت هایی که رفقا به درستی بهش اشاره کردن، من آلترناتیو سومی رو که شما بهش اشاره میکنید، یعنی ما برای یک زندگی مرفه، یک زندگی که شایسته انسان باشه، انقلاب کردیم. و این انقلاب نتیجه جوش و خروش و نتیجه ناگزیر تضادها و دگرگونی های درونی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بود و یه تحول انقلابی بود برای تغییر. ولی اینکه چی شد که شکست خورد، چه نیروهایی و صف بندی طبقاتی در جامعه اون موقع چطور بود، الان اگه برگردیم به آمار، 68% جمعیت اون موقع بی سواد بودن، جمعیت خیلی خیلی کمتر از نصف، حالا هم کمتر بود و میزان مرگ و میر اطفال، نمیدونم رفاه اجتماعی، وجود پزشکان به نسبت جمعیت در حد خیلی پایینی بود، تقریبا در حد بدترین ها در جهان. و حاشیه نشینی، نداشتن مسکن، وضعیت رقتبار بسیاری از خانواده هایی که تو محلات ما در همسایگی خودمون دیدیم، برای شام شب محتاج بودن، لباس بچه ها پاره پوره بود، زمستون لباس و کفش مناسب نداشتن بچه ها مدرسه برن، فقر به غایت شدیدی هم وجود داشت، علاوه بر اینکه آزادی های سیاسی، اجتماعی، تحزب اینها وجود نداشت. کسایی که الان میگن طیف سلطنت طلب که با حکومت بودن موقع و از اون موقع پولهایی با خودشون آوردن خارج کشور و ناچار شدن که خونه هاشون رو جا بگذارن، خب اون موقع اونها تسلط داشتن و نمیدونن مردم چی میکشیدن. ماها که در بطن جامعه بودیم میدیدیم زندگی اقشار مختلف چطوره، انقلاب کردیم که شرایط رو بهتر بکنیم. ولی رفقا اشاره کردن، از همون جلوی دانشگاه ها، از تظاهرات ها، طیف اسلامی که آزادی عمل داشتن و به حال اینا در دوران قاجار و در دوران پهلوی یه رکن بودن، مثلا از حاکمیت بودجه هایی داشتن، خمس و زکات داشتن، موقوفات داشتن و دستشون رو از لحاظ مالی باز میگذاشت، حتی فعالیت علنیشون هم خیلی زیاد بود. و در مقابل جبهه بورژوایی ایران و طبقه کارگر ایران، ما لااقل این تجربه رو داریم که سال 57 طبقه کارگر نشون داد که چه طبقه‌ای و چه قدرتی داره که با بستن شیرهای نفت میتونه یک حکومت رو ساقط بکنه. یعنی اگه این اتفاق نمیافتاد، در عمل این واقعیت مسلم نمیشد که طبقه کارگر اگه بخواد و همت بکنه و متحد باشه چه قدرتی داره. بعدش هم خب کسایی که فرار کرده بودن بعد از انقلاب، کمیته های کارخانه درست شد، اموال اونها مصادره شد و کارگرها تونستن اون سرمایه فراری ها رو بیارن زیر کنترل کارگری خودشون، که نمونه های موفقی بودن و تجربه ای شد در واقع برای طبقه کارگر که بتونه الان از اون تجربه درس بگیره و بدونه که چه کار میتونه بکنه اگه موفق بشیم قیام کنین رو به یک انقلاب موفق تبدیل بکنیم. به بخش بورژوایی اگه برگردم، خب جبهه ملی و نهضت آزادی قبلا با توجه به سال 32 یک پایگاه توده‌ای داشتن، پشتیبانی و پشتوانه توده‌ای داشتن، ولی در سالهای بعد از سال 32 رفرم‌هایی که رژیم شاه انجام داد به تدریج اونها رو از پشتیبانی مردم محروم کرد و غایت مطالبات اونها این شد که قانون اساسی رو اجرا بکنن که عملا جواب مطالبات مردم رو نمیداد. یعنی قشر بورژوایی اون موقع نمیتونست آلترناتیو باشه، مثلا بختیار و مسئله کار نتونست کاری بکنه، بازرگان آوردن به تدریج دیگه به طرف این اسلامی شدن رفت. برحال قشر بورژوازی سال 57 نمیتونست آلترناتیو حکومت شاه باشه و متاسفانه ما مثل چپ و مثل طبقه کارگر
آمادگی به دست گرفتن رو نداشتیم، یعنی آماده نبودیم. مثل الان که میگن حالا شما این حکومت بندازین بعدش فکر آلترناتیو میکنیم، اون موقع ما داشتیم این اشتباه میکردیم که انقلاب بکنیم این بره بعد هر کی بیاد از این بهتره، در حالی که دیدیم اونی که اومد با توجه به آماده بودن چپ دیدیم بدتر شد متاسفانه. و مطلقا من میگم پشیمون هستم، حداقلش اینه که ما اون تجربه رو داریم. در کردستان ما تونستیم یه مدتی یه تجربه دموکراسی شورایی رو تجربه بکنیم، بیایم خیابون اعتراض بکنیم، نیروی خودمون رو بشناسیم. اون موقع من همسن همین جوانایی بودم که الان تو خیابون هستن و حقوق خودشون رو میخوان، با این تفاوت که رفیقم شوره اشاره کرد اونها الان از سطح آگاهی وسیع‌تری برخوردارن، اینترنت وجود داره، خواسته ها دیگه منطقه‌ای نیست، خواسته ها جهانیه، آزادی میخوان برای فعالیتاشون، میخوان دین از سیاست جدا باشه، میخوان زن و مرد برابر باشه، میخوان تبعیض نباشه و رفاه وجود داشته باشه. انسان ها استعداداشون نه به خاطر اینکه خواستگاه طبقاتشون چیه، به خاطر حقی که دارن در یک جامعه شکفته بشه و به اون چی که علاقمند هستن برسن، آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی اینکه رشته تحصیلی انتخاب بکنن، شریک زندگیشون رو انتخاب بکنن، پوششون رو خودشون انتخاب بکنن، به اینکه رفاه وجود داشته باشه. به خاطر فقر این مصیبت های اجتماعی که معلوم میبینیم دیگه، از کودک کار گرفته تا کارتون خوابی تا تن فروشی تا کلیه فروشی و این فقر وحشتناکی که الان بر جامعه ایران حاکمه و خود این در این قیام ژینا یا این خیزشی که اکنون در جریان هست میتونه بزرگترین فاکتور باشه برای تحول، به شرطی که چپ جامعه، پیشروان جنبش های اجتماعی، رهبران عملی و میدانی و طبقه کارگر رسالت تاریخی خودشونو درک بکنن، تجربه قیام 57 درس بگیرن، بار دیگر از چاره تو چاه نیفتیم، با آمادگی بریم سر وقت این قیام و حتما در این شرایطی که تبعیض هست هم از لحاظ جنسیتی، هم بین ملیت ها، هم بین مذاهب مختلف، رفتاری که مثلا با بهایان میشه الان با خوزستان که جدا، با زاهدان بلوچستان و سیستان و کردستان میشه، از لحاظ این که خب اینها ممکنه مذهب متفاوتی داشته باشن یا معترض‌تر باشن، پایگاه توده‌ای حکومت در اونجا بسیار بسیار شده باشه. غیر از این توهم نسل جوان به مذهب ریخته، خود این دولت مردان و مراجع سپاه و روحانیت میگن که اینها نماز نمیخونن تو زندان، یعنی توهم نسبت به مذهب عمل کرده 44 ساله رژیمه که با دروغهای خمینی سر کار اومد که رفقا اشاره کردن آب و برق و مرجانی میکنن، مسکن میدن، حتی حکومت نمیخوان بکنن. روز به روز دیدیم که چطور دروغ گفتن به مردم و الان هم ما میبینیم که این همه جنایت میکنن و میگن ما نکردیم، این همه اعدام میکنن، شکنجه میکنن، از زیرش در میرن و ماهیت این دولت فسادی که میکنن، دزدیها، غارتی که میکنن و اینکه الان همه کاخ نشین شدن و مردم حتی نون شب ندارن. الان در همین روزهای گذشته ما دیدیم نسبت به خوی و زلزله‌ای که در خوی شد اومد، حکومت چطور برخورد کرد، حتی مانع رسیدن کمک‌های مردم میشه. یعنی این حکومت به حدی علیه این انسان هاست، احساس میکنه همون صدر اسلام اومدن یک منطقه رو گرفتن و زنش کنیزشونه، مردش پسرش غلامشونه و هر چی به دست میارن غنیمت جنگیه. با این شیوه داره به شیوه خیلی قبل از قرون وسطایی، به شیوه 14 قرن قبل داره با اسیران جنگی رفتار میکنه که در قرن 21 این زندگی قابل تحمل است و به درستی جوانان به میدان آمدن و بیش از همه زنان که بیشترین بازندگان بودن، کسانی بودن که علاوه بر اینکه همسرشون بچهشون از دست دادن، مثل زن بیشترین در واقع فشارهای قانونی، فشارهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی، محرومیت از کار، محرومیت از بیمه برای بازنشستگیشون و برای سن بالا و سایر محرومیت‌های اجتماعی رو علاوه بر خشونت در جامعه متحمل شدن و در زندان‌ها ما می‌بینیم به چه شکلی باشون رفتار میشه. برای همین تجربه ما کمک می‌کنه به نسلی که الان هم سن نوه‌های من هستن و در خیابونن، مادراشون، پدراشون که تلاش بکنن زحمتی که برای قیام 57 و انقلاب 57 کشیده شد به نتیجه برسه و با استفاده از اون درس‌ها
انقلاب و قیام رو به نتیجه برسونم. خیلی ممنون. خب رفیق مرجان میشنویم پاسخ شما را. در این عالم این روش کردی که بعضی از اینا که دارن میگن که مثلا نتیجه انقلاب رو وقتی به یک نتیجه بدی منجر میشه از خود اون ضرورت انقلاب اون رو زیر سوال میبرن، که اگه اینجوری باشه مثلا باید بگیم که مثلا ای کاش انقلاب مشروطه نمیشد، نارامی های پس از اون، چون اون باعث شد که مثلا کودتای رضاخان قلدر در اسفند 1299 رخ داد، یا اگه جنبش ملی نفت رخ نمیداد کودتای 28 مرداد هم ضرورتی نداشت مثلا رخ بده، یا به همین ترتیب حالا از این انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب ژینا هم اگر از پیروز بشه از نتیجهش این بشه که یک نیروی ارتجایی فاشیستی بیاد سر کار که امیدواریم نیاد، باز بیایم مثلا یخی جانباختگانی مثل نیکا و حدیث و ارشاد و خدا نور رو بگیریم که چرا شما رفتید خیزه شرکت کردید این بلای سر ما آوردید، یعنی در مورد همین انقلاب فعلی هم صحب. ولی به هر رو تحلیل شما رو میشنویم از این گفتمانهایی که موجود است. من فکر میکنم که رژیم شاه دو پایه داشت و دو پایه استوار بود، یکی روحانیت و به قول معروف مذهب و از طرف دیگه دستگاه سرکوبش. این ببخشید فئودال قبل از سال 1342 یعنی اصلاحات ارضی روی دو رکن رژیم شاه استوار بود، یکی فئودال ها بودن یکی روحانیت بود. وقتی انقلاب ارضی صورت گرفت که همه میدونیم به خواست کندی صورت گرفت، یعنی بهش گفت باید اصلاحات ارضی بکنی، باید درها رو باز کنی، صنعتی کنی، فلان ممان، که بهش بتونه وامهایی رو بگیره، اون بخش فئودال ها از بین رفت و ولی روحانیت دست نخورده موند و بعد هم تمام اون دهقانان و خورده دهقانانی که در ده و روستا کار میکردن همه اینها اکثرا به حاشیه نشینان و زاغ نشینان شهرهای بزرگ تبدیل شدن با گرایشات شدید مذهبی، همه اینها تحت تأثیر آخوند ده، آخوند شهر، آخوند منطقه گرایشات مذهبی داشتن. بعد مسئله این هستش که وقتی که فئودال ها رو کنار گذاشتن، اون موقع ما 35 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداشتیم. از این 35 میلیون نفر همون موقع که درصد بالای زاغ نشین و کپر نشین داشتیم، که وقتی دهقانان هم و خرده دهقانان هم که به اطراف شهرهای بزرگ اومدن برای پیدا کردن لقمه نانی، اینها هم اکثرا تهیدستان بودن، ما به اینا با قول معروف زحمتکشان یا تهیدستان میگفتیم. به نظر من میاد که مذهب نقش مهمی رو در کشور ما از دیرباز داشت، در انقلاب مشروطیت، در شکست انقلاب مشروطیت روحانیت نقش داشت، در انقلاب 57 روحانیت، قبل از انقلاب 57 همیشه شاه و روحانیت دستشون با هم دیگه بود، برعکس حالا که سلطنت طلب ها مطرح میکنن اینو ندیده میگیرن که اون موقع به قول داریوش همایون بود که یک آماری از ساختن تعداد زیادی از مساجد داد. در زمان شاه ساختن مساجد مثل یک چطوری بگم واقعا آمار سرسام‌آوری رو این فرد میده، گرچه که داریوش همایون هم خود از خود همینا بوده و
به نظرم میاد که ما توی انقلاب 57 ما انقلاب نکردیم. اون چیزی که میگن ما انقلاب کردیم، یعنی چپ ها انقلاب کردن و سلطنت طلبا این رو به ما نسبت میدن، این رو دنیده میگیرن که انقلاب محصول مبارزه طبقاتیه. اونجاییه که مبارزه طبقاتی به حدت و شدت خودش میرسه و کسی جلودار دیگه این حدت و شدت مبارزه طبقاتی نیست. هیچ نیروی نمیتونه در برابر این تحول اجتماعی بیسته. ما شرکت کردیم فقط در این انقلاب. ما انقلاب نکردیم. یعنی انقلاب چیزی نیست که من یا شما یا حسین یا صدیقه و شهره که انجام داده باشیم، بلکه این کارگران، تهی‌دستان، زاغ‌نشینان و تمام جمعیت میلیونی که در خیابان‌ها در تمام شهرها بود، اینها انقلاب رو کردن و حقم داشتن که انقلاب کنن. از فقر و نداری و بیچارگی و درماندگی به اونجایی رسیده بودن که باید میامدن توی خیابون، باید یه رژیم رو سرنگون میکردن و ما فقط شرکت کنندگان در این انقلاب بودیم. من اصلا پشیمون نیستم که یه رژیم استبدادی، من نمیگم حتی بهش دیکتاتوری، یک رژیم استبدادی، ترور، خفقان، سرکوب و شبه موسولینی رو سرنگون کردن مردم. مردم سرنگون کردن. و متاسفانه از اونجایی که این مردم مذهبی بودن، من اینو رد نمی کنم، هنوز هم هستند. الان اگر یادتون باشه انقلاب با شعارهای الله اکبر شروع شد در پشت بام ها، ولی هنوز هم بیم اون من میذارم، این بیمو که از دستی به دست دیگه بیفته. هنوز هم من نقش مذهب رو در آینده کمرنگ نمیبینم، گرچه البته خیلی خیلی کمرنگ شده، ولی نباید این احتیاط رو از دست داد. نباید به صرف اینکه این رژیم مذهبی فاشیستی، واقعا دیگه این رژیم فاشیستی هستش، هم ردیف، یعنی وقتی که یه سری برنامه هایی رو تلویزیون مستندات رو میذاره از رژیم هیتلری، من نگاه میکنم میبینم که این رژیم کپی کرده از اون هیتلر، رژیم نازیسم. بنابراین بعدش هم مثلا این هست که سلطنت طلبا الان باور نمی کنند که همین امپریالیسم امریکا در کنفرانس گوادالوپ به این نتیجه رسید که باید شاه بره و بهش گفتن برو و اون هم رفت. این در واقع این زد و بندهای پشت پرده‌ای بود که برای مردم ایران و برای کشور ایران به خاطر موقعیت سوغل جوشیش، به خاطر وضعیت استراتژیک منطقه‌ای که داشت در نظر گرفته بوده و سرمت هنگفتی که داشت. بله. و متاسفانه ما قربانیان زیادی دادیم، به خصوص چپ‌ها. شهره به درستی بهش اشاره کرد. ما بهای سنگینی رو دادیم که در هر گوشه این کشور خاورانهایی هستش و هنوز هم میبینیم که یک جسدی رو در کارون پیدا میکنن، یک جسدی رو در بیابون پیدا میکنن و متاسفانه با یک رژیم فاشیستی روبرو هستیم که سرنگون کردنش ساده نیست و باید واقعا براش برنامه داشت. خیلی ممنون. شاره جان، شما اگه بخواید، خودت در صحبتت گفتی که این نسلی که ما اکنون داریم مثلا خیلی به مراتب آگاه‌تر، خود این انقلاب تکنولوژیک سوم، دسترسی سهل الوصول به آخرین اطلاعات و اطلاع رسانی و خبر رسانی کمک کرده. مثلا برای نمونه طبق حتی خود سرشماری رژیم شاه در 1355 جمعیت آماری بالای 80% زنان
اکثریت مردم بی‌ثبات بودن، بالای 80% زنان بی‌ثبات بود. درست؟ الان مثلا فرض بالای حدود 90% مردم باثباتن، بالای 85% زنان ایران باثباتن. فقط 7 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و 2.5 میلیون همه حالا تو دانشگاه دارن درس میکنن زنان و غیره. یعنی پارامترهای زیادی هست و از شعارهایی هم که تو این 5 ماهه تو خیزش ژینا ما دیدیم، قوت قلب زیادی به ما میده، جهتگیری رادیکال و انقلابی و فلان اینا که به سرنوشت انقلابای قبلی دوچار نشه. ولی خطر به قول مرجان از زوایای مختلف هنوز تهدید میکنه. تو اگه بخوای خطاب به این انقلاب ژینا به ویژه جوانان، درس هایی که باید گرفت که ما به تراژدی انقلاب 57 دوچار نشیم، رو چه نکاتی میتونی تاکید کنی؟ یه مقدار میدونی ما یه طوری داریم هم اون انقلاب رو بررسی میکنیم، هم اتفاقی که داره میفته و خب بحث خیلی واقعا بزرگی میتونه باشه. ببینیم، من چیزی که هست، یعنی فکر میکنم که باید صبور بود و انقلاب یک پروسه است، انقلاب زمان میبره. من واقعا خیلی خوشحالم که میبینم شتاب زده که الان ما هم فردا این سرنگون بشه. مسئله مهم آگاهی اجتماعیه، آگاهیه که خیلی برای من جالبه. پریشب مثلا از اکباتان شعار این بود که نه رهبری نه سلطنت، حکومت برابری، شعار شبیه این که توی بلوچستان میدن. ببینید این داره میره جلو، داره به نظر من اون پولارایزیشن توش صورت میگیره، داره دیگه فقط این شعار روز اول شعار بود که فقط شعار مهسا امینی، این داره رشد میکنه، داره میره جلو و اتفاقا باید ازش استقبال کردش. و نکات خب خیلی زیادیه. نقش زنان، واقعا نقش زنان خیلی خیلی مهمه. همونجور که گفتی درصد بالایی تحصیل کرده دانشگاهی داریم که در بهترین رشته واقعا زنان اون ابیلیتی و اون توانایی خودشون نشون دادن و در واقع تحصیل کردن. میدونین، یعنی من 4 دقیقه بعد خیلی جمع و جور صحبت بکنم. ای که خب اولا که این انقلاب رو من در خطاب به کسایی که 57 رو، یعنی کسایی چپا رو یا اینا رو محکوم میکنم، بعد بهشون گفت که بابا ملی‌گرایا، بورژوازی ملی، بازار، روحانیت، اینا اومدن جلو. خب و چپا نقش آگاهگرایانه داشتن، شعارهایی که میدادن. و بعد از اون هم واقعا نقشی که داشتن این بوده که همیشه در مورد عدالت اجتماعی صحبت کردن که این اتفاق در بعد از انقلاب هم نیفتاد و همیشه در حال در واقع زحمت کشان، در حال مبارزه با چیز بودن. چیزی که هست اینه که یک چیز روبنایی رو واقعا فقط سلطنت طلبا میبینن، یه مدرنیزمی بود. حالا مرجان خیلی به خوبی اشاره کرد، واقعا فقر در خارج از تهران، در حاشیه نشینا، در شهرستان ها، در جاهای مختلف واقعا بیداد میکردش. ولی یک ظاهر لاکژریه به قول معروف مدرن این نبودش، اون چیزی که اینا میبینن و نگاه میکنن. و در واقع نقش روحانیت رو ندیدن. و امروز این مسئله بیعت و این مسئله وکالت واقعا بر علیه شعار زن زندگی آزادیه. این یعنی بعد داره برمیگرده به یک ناسیونالیسم استبداد طلب، یک پوپولیسم، یک اقتدارگرایی، یک ارباب و رعیتی، در صورتی که کسایی که اومدن ایران بیرون شعار زن زندگی رو آزادی رو میدن خواهان یک مدرنیست. از تمام اینا به نظر من گذر کردن و گذر میکنن و یعنی چنین چیزی برای مردم ایران که 40 سال زیر سلطه ولایت فقیه بودن، این اشتباه رو نباید بکنن. دوباره یک ولایت فقیه با خوکل و کروات رو نباید قبول بکنن، نباید گولش رو در واقع بخورن که از همین الان یه دونه حزب نوین ایران دوباره داره شکل میگیره که بیاین زیر پرچم این حزب 5 نفر اینجا نماینده، مردم نماینده هاشون تو خود ایران، نماینده هاشون همون ساریناست که واقعا وقتی من گفتار سارینا رو گوش میکنم
نمیدونم چند بار بگه. واقعا تمام برنامه یک دنیای بهتر این بچه داره در سن 16-17 سالگی بیان میکنه. شاید پلتفرم بسیاری از احزاب میتونست باشه. میدونین میخوام بگم این سیستم قرون وسطایی، این سیستم ازش گذر داره میشه و خطاب من واقعا کسی نیستم که بخوام، ولی اون تجربه‌ای که ما کردیم، تجربه‌ای که واقعا با اون شعارهای عدالت جویانه و برابری طلبی اومدیم جلو و به قول معروف هم در عزا و در هم عروسی کسانی که این تفکر غیر راست رو چیز میکنن کشته میشن و سرشون به دار میره. اینه که واقعا گول این چیزا رو نباید بخورن و من بسیار بسیار امیدوار هستم و به زنان این جامعه و من فکر میکنم چیزی که کسانی که طرفدار کمپین وکالت و اینا هستن خیلی از این چیزها رو نمیبینن و ندیدن و فقط دچار یک نوستالژی هستن که اون چیزی که اون موقع بوده رو بیان پیاده کنن، در صورتی که 40 سال این اختلاف زمانی و این مدرنیسم و اون چیزی که جامعه جوان ایران سکولاریزمی که میخواد و جدایی اینا رو نمیبینن. به خاطر همین من میگم زیاد گول این چیزها رو نخورن و زمان میبره این انقلاب و به قول چیز انقلاب در دست من و تو نیست، یک تحول اجتماعی خواسته های طبقاتی که روند خودشو طی میکنه. من تمام میکنم. خیلی ممنون حسین جان. برای اینکه انقلاب نوین مردمان ایران به سرنوشت انقلاب قبلی دوچار بشه چه پارامترهایی رو باید رعایت بکنن؟ یعنی اون انقلاب شکست خورده قبلی چه درسایی و تجاربی به ما میده که ما اونو میتونیم تو انقلاب جاری، خیزش انقلابی جاری که خوشبختانه برخلاف تو خیزش دیمای 96 و آبان 98 که در عرض چند روز سکوت شد وارد پنجمین ماه خودش شده علارغم فراز و فرودهایی رو، این درس ها چیه از دیدتون؟ یک جنبست خوبی به مراحل قبلی ما کردیم، همین رفقا هم کردن، که این که بر اساس ظلم و ستم استثماری رژیم پهلوی به وجود آورده بود و دیکتاتوری مطلقی که معمر زاشا ایجاد کرده بود، دو حزب درباریه، حزب مردم، حزب ایران نوین رو از بین برد، حزب رستاخیز خودش آورد. این سمری انقلاب، این مطالبات خواسته ها و نفته هایی بود که اومد بیرون و چون فقط سرکوب را میفهمید در نتیجه جرقه خورد انقلاب وجوده بود. دو مسئله رو ما میتونیم اینجا جمع‌بندی بکنیم به نظر من. یک این که ما رفقای چپ از دوران انقلاب مشروطیه تا به حال علارغم همین سرکوب‌ها یک قدم به عقب ننشستیم. در نتیجه من این انقلاب رو به درستی ازش حرکت کردیم و درستی تداوم میدیم. همون ثمره‌ای بود، همون دانه‌های بذری بود که کاشته شد به وسیله جوانان ما در این دوره داره به پیش میره. یک مسئله ای که من دارم در نتیجه این بحث ما داریم که این شروع انقلابی که شده ما گفتیم یک خطی نیست، فراز و نشیب داره، اگر فروکش هایی میکنه یأس و ناامیدی نباید به پیش بره، امید باید به پیش بره. بحران مشروطیت که دارن، بحران اقتصادی که این رژیم داره به هزار یک دلیل نمیتونه سر پا وایسته، اما این که ما بگیم 100% انقلاب سیاسی مثل قبل کردیم، بورژوازی از بالا گرفت، الان هم مجددا میتونیم به انقلاب اجتماعی برسیم، خامه. دو حرکت بود، حرکت از بالا، آلترناتیو از بالا با قدرت های امپریالیستی سد و مانع بکنن، حرکت های رادیکالیسم به جنبش چپ و الان دقیقا همون مراحل داره میبید وجود. این مسئله به من رأی بدید یک مسئله جدیدی است، این تراوش فکریه که باز هم مجدداً چیزای جدیدی خواهد اومد. در واقع میخواد بره با چه قدرتی تمامی مسائلی بگیره، با کی میخواد بره بشینه بالا، چه مسائلی میخواد بحث بکنه، چه چیزی میخواد رو میزشون بذاره، اونا چی میخواد، سود و سرمایهشون میخواد، نوع انباشت مجدد سرمایهشون از همین حالا ما زدوند رو داره میبینیم. یکی ما در اون مرحله اشتباهاتی که نیروها کردن گفتم چپ این بود، دو مرحله‌ای کردن انقلاب و مرحله دموکراتیک، مرحله سوسیالیست بعدای قیامت، دو مرحله‌ای نیست شیوه مسلط اقتصادی و ساختار اقتصادی جامعه سیستم سرمایه‌داری مسلط، بنابراین ما اگه در مبارزه میکنیم برای نابودی جمهوری اسلامی نیست، نابودی
رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در دفاع از طبقه کارگر با آلترناتیو شورایی. باید کاملا مواظب باشیم شعارهای سلبی که میدیم به درستی داره میدن، شعارهای ایجابی که به درستی داره به پیش داره میره، اینها رو به نظر ما باید به درستی به جلو بریم. ضمن اینکه همین حالا شما میبینید اروپا حتی خود آمریکا رو دو پا داره راه میره، یعنی از یک طرف برجامو تعقیب داره از یک جامو حرکتو، یعنی میخواد ببینه اگه رشد بکنه انقلاب بیاد شوری کنترل بکنه بازم از بالای سر مردم آلترناتیو رضای پهلوی نه همسامش رو بیاره، اما مجموعه ای از اینا رو بیاره. اگر نتونست حتی با همین رژیم به صدبند بره که خواب باید ببینه چین چونو. اما یک چیزی من میگم، آگاهی آگاهی آگاهی، دانش دانش دانش. بحران اقتصادی داره، بحران مشروطیت داره، ما با شعارهای ایجابی با حرکت و خرد جمعی، شور و مشورت جمعی، حرکت شورایی از پایین میتونیم ببریم جلو. اما باید حتی جنبش کارگری ما هم مسلط به مسائل بشه، در خود نشه، برای خود باشه. بنابراین رفقای چپ خیلی مسئولیت به عهده دارن، هم باید حرکت ها رو ببرن جلو، هم تثبیت بکنم، هم تداوم بدن، هم زدبند از بالا رو مواظب باشن روشنگری بکنم. خیلی ممنون. خب رفیق صدیقه، مردم ستمدیده ایران بیزار از استبداد و استثمار، چه در رژیم شاه و چه در رژیم شیخ، برای اینکه این انقلاب نوینشون به سرنوشت انقلاب 57 و حتی باید گفت انقلاب مشروطه، چون انقلاب مشروطه هم با کودتای رضاخان میخ خورد بر تابوتش دوچار میشه، باید روی نکاتی تاکید کنه، روی چه درسایی تاکید کنه. بله، من در سوال قبلی هم مختصرا اشاره کردم، رفقا به گوشه های دیگری از این مسئله پرداختن. من فکر میکنم سرمایه جهانی طالب اینه که یک حکومت لیبرال بیاد، احزاب بورژوایی بتونن انقلاب و کنترل بکنن، تا وقتی که شاه اون کار رو براشون میکرد نگهش داشتن. بعد دیدن نمیتونه، خمینی رو که به شدت زد کمونیست بود با حمایت غرب، با سیاست های پوپولیستیش، با اون شبکه عظیم رسانه‌ای که در اختیارش بود آوردن سر کار که جلوی انقلاب رو بگیره و یک کمربند ایمنی به دور اتحاد جماهیر شوروی اون موقع درست بکنه. در واقع برخلاف منافع سرمایه‌داران غرب و آمریکا و کلن سرمایه جهانی، نمیخوان اونها از پایین یک حکومت بیا سر کار که خواسته های مردم و اراده مردم در یک منطقه حاکم بشه. و همه تلاششون این است که الان هم میبینیم این بودجه هایی که دادن سرمایه های جهانی، تلویزیون هایی که در اختیار رسانه هایی که طرفدار بورژوازی هست، میخوان اونها رو عمده بکنن. هرچند ما میبینیم ماهیت جنبش در داخل چپه، خواسته ها و مطالبات چپه و شعارهایی که در خارج کشور اینا بودن مطلقا در ایران در داخل داده نمیشه. برای همین منم بر وظایفی که الان ما که بخشی از اون مردم هستیم، بخشی اصلا ما خود مردم هستیم که ناچار به تبعید شدیم، خواسته هایی که ما داریم این نیست فقط مثلا کمونیست ها حاکم باشن، یک حکومت کمونیستی سر کار باشه، همه کارگران واسه به منافع طبقاتشون فکر بکنن، متشکل بشن در محل کارشون و در سطح سراسر. این اولین ضرورت است. این کارگران خب از لحاظ گرایش فکری متفاوت هستن، ولی باید شوراهای خودشون داشته باشن، دانش آموزان، دانشجویان، زنان و اقشار مختلف. الان ببینید معلمان چقدر وسیع و قدرتمند به میدان اومدن، متحد، چه در سطح محلی همونطور که عرض کردم و چه در سطح سراسری. الان هم هر تغییر کلانی در ایران خطر و در واقع این ریسک رو داره که فاکتورهای جهانی، سرمایه جهانی بیان توش مداخله بکنن و احکام بورژوایی و حکومت‌های مرتجع رو دوباره بیارن سر کار و بار دیگر تو سر این مردم بزنن. با این همه جان باختی که ما در سال 57 و از سال 57 طی این 44 سال تا کنون داشتیم، برای اینکه این مبارزات به نتیجه برسه فعلا مبارزات حول سازمانیابی در درجه اول که اشاره کردم بهش، آزادی زندانیان سیاسی که خیلی خیلی مهمه و رهبران عملی که الان اینا در زندان‌ها گذاشتن باید آزاد بشن، لغو احکام اعدام، جلب حمایت جهانی برای فشار آوردن به حکومت‌هایی که الان در اثر همین قیام جینا و
بخشن خودشون به میدان اومدن، بخشن هم خب منافعی که الان دارن از اینکه ایران در مقابل مثلا اوکراین داره اسلحه میده، نمیدونم خطر بمب اتمی درست کردن، اینها رو داره قلدری میکنه در واقع در مقابل سرمایه جهانی. و اینکه خب خواست ما چی هست؟ ما میخوایم چی باشه بعد از این؟ اداره شورای جامعه از پایین، به جای اینکه از بالا یک فرم و یک قالبی رو بیارن به اون مردم تحمیل بکنن. ما میدونیم که هیچ جناح بورژوایی نمیتونه خواستا و مطالبات اکثریت جامعه ایران رو تأمین بکنه، برای همین با هر گرایش فکری، با هر ملیتی که دارن و برابری کامل زن و مرد در شوراها از پایین، از روستا، از شهر، از محل کار، اداره جامعه باسی به دست شوراها باشه، مشارکت برابر زن و مرد، مشارکت برابر همه کسایی که در اونجا هستن، بعد از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی میتونه به هر حال اون آزادی های واقعی رو، اون حقوق واقعی رو به مردم برگردونه. و هر وقت هر مقامی، هر مسئولی خطا کرد، شوراها این حق رو دارن که کنارش بگذارن و کس دیگری رو که مورد اعتماد خودشون هست و میشناسن بگذارن به جای اون. به هر حال اداره شورای جامعه تنها آلترناتیوی هست که میتونه همه افکار، همه افراد رو میگم با همه تفاوت‌ها از پایین، به هر حال بازنشسته، معلم، بازاری و کارگر و همه اینها، ولی خط اصلی که هست رفاه برای همه هست، آموزش برای همه هست، جدایی دین از سیاست هست و اینکه هیچ تبعیضی وجود نداشته باشه. و این تنها در صورتی میتونه به موفقیت برسه و انقلاب رو به ثمر برسونه که از پایین مردم خودشون در تعیین سرنوشتشون دخیل باشن، به اجازه ندن قدرت ها از بالا براشون آلترناتیو تعیین بکنن. خیلی ممنون. همه این خواستای زیبا رو هم باید هم اکنون مطرح بکنیم، نه مثل انقلاب 57 که فعلا شاه برود، بس بعد از مرگ شاه باید شفاف و قاطع نیروهای سیاسی مختلف، به ویژه اون نیروهای چپ که پایگاه طبقاتی خودشون کارگران زحمت کشان میدونن، از همکنون بر خواستای انقلابی و رادیکال در رأسش بدیل شورایی تاکید کنن و اسیر این شعارهای پوپولیستی همه با هم فعلا رژیم برود و بعد از اینکه رژیم رفت میتونیم تصمیم بگیریم که چی میخوایم، اسیر این فرهنگ پوپولیستی همه با هم نشیم. و به فراز پایانی صحبتم از شما میشنویم رفیق مرجان، درسایی که انقلاب نوین ایران، خیزش انقلابی نوین ایران میتونه از انقلابات و خیزش های شکست خورده قبلی بگیره چیه؟ شما روی چه نکاتی تاکید میکنید؟ خب رفقا توضیحات لازم رو دادن، تکمیلی رو همه رو دادن، من فقط به 3-4 نکته اشاره میکنم. اونم این که انقلاب 57 درس‌های بزرگی رو به ما داده که به هیچ نیروی مذهبی اعتماد نکنیم و تحت هیچ عنوانی دنبال روی هیچ نیروی مذهبی نباشیم. حتی ملی مذهبی ها که نمونه مشخصش مهدی بازرگان بود. یکی این که به هیچ نیرویی که وعده وعید آزادی رو میده باز دنبال روش نباشیم و اعتماد نکنیم، به خصوص که الان همینطور که رفقای دیگه توضیح دادن، رضا پهلوی مسئله آزادی رو مطرح میکنه ولی از اون طرف دیگه میگه من مذهب ستیز نیستم، من اسلام ستیز نیستم، میگه شما میگید اسلام ستیزیه. یا از اون طرف دیگه میگه که ما به همین نیروهای سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگر در واقع احتیاج داریم برای آینده. در واقع آزادی از اونجایی که محور همه مبارزات از مشروطه تا الان هستش، به هیچ نیرویی که وعده و وعید آزادی رو میده اعتماد نکنیم. موضوع دیگه این که به هیچ نیروی خارجی که الان زدبندهای پشت پرده در کار هستن و الان همین
رضا پهلوی با نیروهای مختلف کشورهای مختلف در حال به قول خودش مذاکره است، وکالت بدید که من برم مثلا مذاکراتی رو انجام بدم. به اینها اتکا نکنید، باور نکنیم و به قول معروف در نهایت اینها منافع خودشون رو در نظر میگیرن، نه منافع مردم ایران، کارگران، زحمتکشان، معلمان. تنها نیرویی که توی داخل کشور هستش و متاسفانه بیشتر اونها الان در زندان هستن، نویسندگان، روشنفکران، فعالین کارگری، فعالین معلمی، همه اینا نیروهایی هستن که در داخل ایران هستن و در زندان هستن. ما میتونیم به نیروی اینها، یعنی به نیروی داخل کشور روش اعتماد کنیم و به قول معروف، نه اینکه حالا اعتماد به منظور اینکه 100% اعتماد کنیم، ولی اینها هستن که پیش روان انقلاب آینده خواهند بود. و به تشکلها، به سازمانها، سندیکاها و شوراهای کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان که بخشن ممکنه تشکیل داده شده باشه، یعنی حالا نمیخوایم اینجا راجبش صحبت کنیم، و در آینده نزدیک تشکیل درست میشن این شوراها، به این شوراها اعتماد کنیم و پایه دموکراسی و آزادی و برابری و عدالت اجتماعی رو بر اساس این سازمان‌ها و شوراها، سازمان‌ها که میگن یعنی سازمان‌های مردمی، سازمان‌هایی که در محلات هستش، تشکلاتی که در محلات هستش، در بین کارگران و معلمان، به اینها اعتماد کنیم. به نظر من راه سختی رو در پیش داریم، ولی همونطور که شهرام گفت باید سنجیده قدم برداشت. دیگه نباید یک بار دیگه ما شاهد شکست انقلاب 57 دیگه ای باشیم. فقط همین رو میخوام بگم، نیروی زیادی رو از دست دادیم، نیروهایی که جایگزین نمیشن دیگه از دست دادیم، و سعی کنیم که حداقل واقع بینانه تر به مسائل سیاسی، اجتماعی و انقلابی که در راه هستش نگاه کنیم و شعارهای فقط تکیه بر شعارهای سلبی نکنیم. مرگ بر این، مرگ بر اون، سرنگون باد، این درسته باید داده بشه، اما شعارهای ایجابی، شعارهایی که آلترناتیو آینده رو در پیش رو بذاره، شعارهایی که مشخصه، کاد شده از تعریف شده باشه برای آینده، اینها رو سعی کنیم در بین مردم و در بین توده ها بیشتر ببریم. خیلی ممنون از هر چهار عزیز که در این میزگه شرکت کردید. نیروهای اولترا راست به بیجه سطن طلبات که شما رو میگم مجرمان انقلابی، ولی شما انقلابیونی هستید که اظهار پشیمانی نمی کنید، چون میگید که به هر حال از دوره نوجوانی برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کردید و کماکان خواهی کرد. هزار بارم به زمین بیفتید باز هم خواهی کرد، چون راهی جز این وجود نداره. به امید پیروزی انقلاب نوین ایران برخلاف دو انقلاب قبلی و برخلاف خیزش‌های قبلی. مرسی.